اما سوال بعدی بچه ها خودشون میدونن چقدر من روی نمودار حساسم شاید بگم تا الان ده بار حداقل من این نمودار رو تحلیل کردم چه توی تولک بوده چه توی آیمتا بوده چه توی هیومانیتاس بوده چه توی بیمتا بوده چه توی زن بوده این نمودار خیلی مهمه خیلی مهمه به کنوهای موارد زیر در تا دستگاه گردش خون درسته میگه هنگام سیستال دهلیزی فشاری که توی دهلیزاست است بیشتره نسبت به فشاری که توی آورت خب انقباض دهلیزی یک دهم ثانیه طول میکشه یعنی حدودا میشه اینجا اینجا انقباض دهلیزیه این یه تیکه تقریبا انقباض بطنی این تایش هم استراحت عمومیه پس این ناحیه میشه انقباض دهلیزی خب توی ناحیه خود نگاه کن فشار خون آورت اینجا بوده این قرمزه این بالا بوده فشار خون توی دهلیز این نارنجی اینجا بوده یعنی فشار خون توی آورت نسبت به فشار خون توی دهلیز بیشتر بوده این که که فشار خون تو دهلیز نسبت به آرت بیشتر که خب غلط اینو بلد باشید به خصوص این ناحیه این ور و این ور حالا وسط کمی سخته چون نصفش بینیم که فشار خون بعد از آرت بیشتره تو نصف دومش فشار خون آورت بعد بیشتره کمی تحلیل اینجا شاید تو تستا سخت باشه میگه صدای اول قلب موقعی شنیده میشه که همه دریچه بسته میشن این غلطه همه دریچه قلب با هم بسته نمیشن صدای اول موقعی شنیده میشه که دریچه دهلیزی بطنی یا ایتریو Valve بسته میشن که در واقع خون به دهلیزا برنگرد و وارد در واقع سخرگا بشه خب وقتی خون میخواد وارد سخرگا بشه یعنی باید دریچه های سخرگی باز بشن دیگه اونجا بازم به خاطر ما بسته شدن اینا رو با هم نداریم این خون وارد سخرک میشه حالا یه بعد که انقباز بد تمام میشه یه خونی وارد سخرک نمیشه حالا این دریچه بسته میشه این دریچه شروع بسته شدن میکنه و چون انقبازی هم نداریم دریچه های دلیز باز میشن یعنی ما بسته شدن با هم رو نداریم میگه که مویرک ها کمترین فشار خون رو دارن بچه ها در رابطه با فشار خون نمودار دو تا براتون میکشم ببینید دو تا نمودار برات میکشم یکی نمودار فشار خون پی یکی هم در واقع نمودار سرعت سرعت خون اینجا هم بنویسم که مثلا آرتری سرخرگ اینجا هم مثلا بنویسم که وین یا کپیلری میزم اینجا رو کپیلری یا مویرگ اینجا وین حالا برای فشار خون آرتری در واقع کپیلری این وین فشار خون کاهش پیدا میکنه هرچی از سمت سرخ رک به سمت سیاه ما بریم فشار خون کم میشه و فشار خون توی در واقع وین توی وین سیاه ها در واقع مینیمومه اصلا به خاطر اینه که ما یه سری مکانیسمایی داریم که کمک کنه برای در واقع برگشتن خون سیارک به قلب چون اکثر سیارگا هم پایین بدنن و خون رو باید وارد قلب کنن خب اینورا ما می‌بینیم که نیروی جاذبه رو به سمت پایینه حالا این سیارگی خون رو باید به وارد قلب کنه یعنی برخلاف نیروی جاذبه حالا عوامل مختلفی کمک می‌کنه حالا اون عوامل مختلف رو سطح آیمت نیست مثلا کیش تولم به مایچه اسکلتیه وقتی مایچه دست و پات منقبض میشه یا مایچه نای شکمت منقبض میشه باعث میشه که در واقع خون به سمت قلب بره یکیش فشار حالا قفسه سینه و دمیه که به اونا کاری نداریم ولی در کل کمترین فشار خون توی سیارک اما در با سرعت خون که صحبت میکنیم بیشتر این سرعت برای در واقع سرخرک هستش ولی این سرعت توی مویرک خیلی کمه توی سیارک بیشتر هم مویرک یعنی نمودار اینطوری میشه این هم باز منطقیه چرا خب سرعت تو مویرک کمترینه کمترین چون وظیفه مویرک تبادل اکسچنج و این برای اینکه تبادل انجام بده اکسچنج انجام بده باید سرعت خون توش خیلی کم باشه خون توش آهسته حرکت کنه که تبادل خیلی بهتر انجام بشه مواد مغذی با حوصله بافتا برسن و مواد دفعی هم از بافتا در واقع جمعوری بشن پس این گزینه درستیه بله در واقع کمترین فشار خون رو داره میگه کپیلاری کمترین سرعت خون داره که غلطه کمترین سرعت خون برای سیاه رگه مورد آخر هم که دامه میگه سه و 4 که خب غلط 4 رد شد جواب گزینه